پیاده کردیم، خب خیلی بهتر شد نسبت به مثالای قبلی که حل می‌کردیم. یادتونه تو مثالای قبلی ما می‌اومدیم اینجا دونه دونه می‌ریختیمش، اینجا مقادیر رو می‌گرفتیم، بعد می‌اومدیم می‌ریختیمش تو سام و تو سام در واقع حالا جمع می‌کردیم و بعد می‌اومدیم تفریق می‌کردیم. خب این خب خیلی همچین روتین‌تر و قشنگ‌تر و تو آرایه دارید مقادیر رو می‌ریزید و بعد میاد از طریق فور بعدی میاد جمعش می‌کنید و در نهایت میاد تقسیم می‌کنید و معادله رو به دست می‌آورید. اول این معادله که معادله درستی نیست. خب ما میتونیم بیایم و ضرایب رو هم از اینا بگیریم. خب تازه من میتونم اسم درس رو هم بگیرم. بیام شروع کنم یه مقدار سخت‌ترش کردن. چه جوری؟ بیام خب من فلات نام رو گذاشتم، نمرات رو دارم می‌گیرم. این تو هم گذاشتم که بگم چند تا درسه. خب میتونم یه دونه استرینگ هم بذارم، استپ استپ میرم جلو. بریم مثلا کورس اسم در واقع اسم درس رو هم بگیرم، برگردم بگم string و به این شکل میام تعریف بکنم. خب این هم اینجا باید count بشه دیگه. چرا count باید بشه؟ خب تعداد درس که دارید، مثلا میگه 5 تا درس، 5 تا هم اسم داره دیگه. طبیعتا نمیتونی بگی 5 تا درس دارم مثلا این رو بیام بذارم مثلا به صورت by default 10 تا. خب نمیشه، نمیخونه با هم دیگه، از این کارا هم نکنید. خب یه تعریف خیلی ساده بود، یعنی شما مثلا 5 تا مثلا نامبر دارید، 5 تا باید کورس داشته باشید. به ازای هر درس که نمره داره باید یه دونه اسم داشته باشه. خب اینم از این. میایم اینجا برمیگردیم میگیم اسم یوتی، بیا پلیز مثلا اینتر نیم کورس، اسم کورست رو بنویس. خب و من آب خوردم، میام اینجا برمیگردم میگم که کورس و مقدار آیومش یا صفرومش رو در واقع بیا اینجا چیکار کن، اینپوت از نیکست استفاده کن. بیا این رو به عنوان نیکست بگذار، نیکست استفاده کن و بیا به صورت استرینگ اطلاعات رو برس تو این کورسه. خب کورس چی هستش؟ یه مقداری هستش که شما اینجا دارید میبینید به صورت اینو اینی خطر رو داره اینجا میذاره، میگه این رو چاپ نکرده، میبینید آر رایت در واقع رایتش نکردید. خب میگه من نیور یوزد. اوکی ما اینجا اومدیم استفاده کردیم داریم توش میریزیم ولی هنوز چاپش نکردیم. خب شما میاد اینجا این رو میگیرید و میتونید در واقع نام درس ها رو داشته باشید، حالا یه جایی مثلا بخواید استفاده کنید دیگه، حالا که چیز نیستش و بیاید اینجا، بیاید در نهایت که این داره جمع میکنه، بیاید اینجا مثلا دوست داشتی برگرد به اسم یوتی مثلا کورس مقدار آیام دونه دونه رو بیا قرار بده و بیا اینجا یه به علاوه مساوی قرار بده به علاوه مثلا نام آی. خب یعنی چی؟ یعنی نمره مثلا اینجا مثلا تو زدی فیزیک شده چند، مثلا زدی 19 فیزیک. خب اینجا بیا داره نمایش میده میگه مثلا فیزیک شده چند به علاوه مساوی به علاوه در واقع شده 19. خب و در نهایت هم اینجا جمع کرده دیگه. بریم این رو پیاده سازی بکنیم ببینید خیلی ساده است، کار خاصی نکرد. اینا البته خودشون در نهایت اگه جاوا فیکس یاد بگیریم بتونیم دسکتاپ اپلیکیشن بنویسیم خودش میشه یه پروژه ها، یعنی یه پروژه میشه که شما ممکنه برای یه دونه ساختمان آموزشی بنویسید. خیلی هم سخت مثلا یاد خواهیم گرفت و میزنیم. من میگم 5 تا درس داشتم مثلا یکیش رو شدم 15، میگه چی اسم درس؟ میام ریاضی. خب من میگم میگه خب اون یکی درس نمره شنده، اینم میتونی آی بذاری مثلا درس یک درس دو بشه من یادم اومد. برمیگردم میگم خب اینو شدم 20. خب میگه درس چی بوده؟ مثلا بوده ورزش. خب اینو میگه چند شده؟ میگم شدم 18. میگه چند چی بوده؟ میگم فیزیک. خب بعد میگه یکی چند شده؟ میگم شدم 14. این چی بوده؟ مثلا بوده میگم معارف. مثلا کلا خوندنی هم خوب نبود، مثلا تخصصی هم پایین‌تر نمره. پلیز اینتر مثلا نمره بعدی میگم مثلا 19. این چیه؟ مثلا من میگردم میگم که مدار. خب به این شکل ببین دونه دونه اینجا اومد چیکار کرد؟ ریاضی 15، ورزش 20، مثلا فیزیک 18، معارف 14 و مدار شده 19، معدلش هم شده 17. خب معدل فیکه دیگه. چرا؟ چون ما نیومدیم ضرایب رو حساب بکنیم. به این شکل من تونستم بیام چیکار بکنم، در واقع اینجا تو رانک زدیم قشنگ تونستم بیام مقادیر رو چاپ بکنم. خیلی خوشگل تر میشه در آوردم مثلا اینجا میتونستم اینجا چه میدونم مثلا اس او یوتی بذارم اینجا کلی استار بذاریم، مثلا بعد از اینکه اینا رو گذاشت مثلا این مقادیر رو اینجا گذاشت بیاد یه استار بذاره و چه میدونم مثلا اینجا بنویسه ریزالت مثلا کار یا نتایج. حالا من اینجا گذاشتم که اون وقت اینجا هم درستش بکنیم، مثلا این کورس هم به این شکل قرارش بدیم و برگردم بگم آی و این رو هم سه
مثلا دونه 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 بشه، مثلا نمره یک نمره کورس مثلا درس یک، اصلا اینجوری قرار میگه قاطی نکنه، اصلا قاطی که نمی کنه به این شکل. بریم تو فیلم بعدی مالتیپل اینا رو اضافه بکنیم و بعد او کلی میشه پروژه انجام داد که من همه رو براتون امروز تو آرایه انجام دادم.